سلام، ممنونیم از نگاه پرمهرتون، از استقبال بی‌نظیر و کامنت های دلگرم کنندتون. همین ابتدای برنامه لازمه چند نکته رو عرض کنم. نکته اول این که چیدمانه قدم اول از یک مسیر طولانی رو برداشته، پس به حمایت های بیش از پیش شما برای بهتر دیده شدن قطعا نیاز داره. نکته دوم، چیدمانه هیچ گونه الگو برداری از برنامه های داخلی و خارجی نداره، پس با پیشنهادات شما در صفحه مجازی برنامه روز به روز به سمت بهتر شدن قدم برمی‌داریم. نکته سوم، قرعه کشی جوایز چیدمانه. ما در پایان وقت مقرر شده شرکت در مسابقه هر قسمت، یعنی 48 ساعت قبل از پخش قسمت جدید، به صورت نرم افزاری قرعه کشی می‌کنیم و شما در ابتدای قسمت جدید نحوه قرعه کشی و نتایج اون رو می‌بینید تا از صحت و سقم اون اطمینان حاصل کنید. این رو هم اضافه کنم که چیدمانه فقط یک شوی نمایشی در قالب مسابقه است که شما از دیدنش لذت ببرید. هرچند تلاش میکنیم تأثیر مثبتی در نگاه شما به چیدمانه منزلتون هم داشته باشی. چیدمانه یعنی تغییر، چیدمانه یعنی تنوع برای بهتر دیده شدن. پس بریم سراغ قرعه کشی چیدمانه. اولین برنده بن تخفیف 20 میلیونی از بریم سراغ برنده دوم. و قرعه کشی آخرین برنده خوش شانس چیدمانه. امیدواریم شما هم یکی از برندگان قسمت بعد باشید. خب، قسمت دو رو دیدین که چه اتفاقات و چالش هایی رو شرکت کننده هامون سپند و کمند امیر سلیمانی پشت سر گذاشتن. درست سپند خیلی از سقوطش معترض بود و کمند ثابت کرد بازی وی آر فقط تمرکز میخواد. ولی تلاش های مشترک این خواهر و برادر هنرمند در لحظه در آغوش کشیدن هم به اوج زیبایی رسید. داورهای محترم و شما بینندگان گرامی هم به شرکت کننده های عزیزمون امتیاز دهید که امتیاز کسب شده در برنامه 483 و میانگین جمع امتیازات ارسالی شما مخاطبین عزیزمون 700 شد که جمعاً میشه 1183 امتیاز. فعلا با سپند و کمند خداحافظی میکنیم تا ببینیم قسمت جدید چه کسانی با هم همتیمی میشن. آقایان، میزبان برنامه لیلا اوتادی. سلام، لیلا اوتادی هستم و اینجا برنامه چیدمان است. ما در هر قسمت از این برنامه دو مهمان عزیز داریم و کلی چالش جالب که با امتیازاتی که در این چالش ها کسب میکنن میتونن از شوروم ما خرید بکنن و در چیدمان منزلشون استفاده بکنن اون وسایل رو، همین منزلی که در اختیارشون به صورت خام قرار میگیره.
و اما برای شما بینندگان توی خونه هم چالش‌های جالبی داریم که یکیشون اینه. حدس بزنین مهمان‌های قسمت بعدی ما چه عزیزانی هستن و برنده 2 دستگاه آپارتمان باشید. حتما شرکت بکنید. امیدوارم که شما یکی از برنده ها باشید. بریم با هم ببینیم مهمان‌های عزیز این قسمتمون کیا هستن. تماشاگر مرحله قرعه کشی قسمت سوم چیدمانه هستید. میخوام ببینم حدستون درست بوده یا نه. درست تشخیص دادید که بتونید ایشالله آپارتمان رو ببرید. اول از خانوم ها، کدام خانوم؟ بله، صحرا اسداللهی انتخاب شد. بریم ببینیم همراه هنرمند صحرا اسداللهی کیه و شما هم ببینید حدستون درسته یا نه. آقای پژمان بازقی، بازیگر محبوب، دوست داشتنی و موفق سینما، تلویزیون و تئاتر ایران. خیلی خوشحالم از اینکه این دو نفر در کنار هم در این بخش در قسمت سوم در کنار شما و مهمان شما هستن. برای قسمت بعدی حدس بزنید و جایزه بگیرید. پژمان بازقی. 2 تا ویژگی راجع به آقای بازقی بگم که ایشون رو به نظرم تبدیل کرده به یک انسان منحصر به فرد. پرسپولیسی بودنشونه، دومیش مردادی بودنشون. دیگه یه انسان چی میخواد آخه برای خاص بیه؟ خانم اسداللهی بسیار جوان هستن، پر انرژی هن، خیلی روک حرف میزنن و حالا جا دارن که در سینما و تلویزیون باقی بمونن. چون دوتامون مردادی، من فکر کنم ما جز رکورددارای این بازیه بشیم. این برنامه ذره شاید برای منم عجیب باشه، یک ذره فرمتش جالب باشه. تلاشم میکنم که برنامه خوب در بیاد و بتونم تمام 100%ام رو بذارم برای مردم. سلام. های. باز کارگردان فکر کنم بدون هماهنگی با من خلاقیت به خرج. کارگردان آقای تاپ با من هماهنگ کرد. خیلی کلاف. به من ولی نگفتن. ما دو تا بازیگر معرفی کردیم این دفعه. اصلا به من گفت وعده داد، به من گزاد تعرف کرد. شما؟ من محمد علی دیپورتو کاکولانی. لوکادیا بگو شما. بفرمایید. شما بفرمایید. خیلی خانم خوشحالم شما رو میبینم. خیلی ممنون، ولی هر نمید شما امروز بیاین. من فوتبالیست آفریقایی هستم، در فوتبالیست و شما رو طرفدار خیلی زیاد شما هستم در آفریقا. من میشناسم. بله بله، شما مگلله جانسون هستین؟ آه اسکارلت او خواهرمه. Oh, your sister. Oh, my gosh. اون امسایه ماستش. بعد اون مثلا آدرس شما رو من از اسکارلت گرفتم. بله. من ننکه در فوتبالیست آفریقایی هستم، از ایشون گرفتم. آخه اصلا قرار نبود شما بیاید. مهمان برنامه های ما دوتا بازیگر هم امروز. بعد اونا رو معرفی کردیم. امروز فکر کنم شما اشتباه اومدید. مشکل نداره. No problem. اصلا نه، مسئله اینه که خب سوال های شما رو باید طراحی بکنن. بعد همراه نداری. نه. اصلا نگرانی به حرفت راه نده. اصلا نه، من سوالات رو به شما پرتاب میکنم و پارتنرم بریم حالا مسابقه رو با هم اجرا کنیم. فارسی خیلی با مزه حرف میزنید. کدوم تیم اومدی؟ قربونت برم. چه گفتی؟ کدوم تیم هست؟ ها تیم من دیپورتیپو کاکولیا، تیم آفریقایی است. خیلی تیم بسیار گودی هست. نشنیدم تا حالا ایران چی کار میکنی؟ ایران سوال بسیار گودی کردی. بدین من تیم باشگاهی ایران از تیم باشگاهی آفریقایی من را خریداری کرد. من آمدم ایران. این کانتری شما حضرت عباسی غذاهای بسیار گوشمزه ای داره. دیزی کباب کو بده گوشت. این چی میگه زیر این برنج میذاره؟ تهدی. آخ گیمر میریزی روش. شکم هم هست. من حقیقتا در کشور خودم، گاره خودم، اونجا فقر فلاکت
بله درسته. بدبختی. آه ولی اینجا دیگه ناهار میتم. ناهار خوردیم. بله بله. بعد راستی شما کریس رونالدو رو شناخت؟ کریس رو کی نمیشناسه؟ آه شما میگید کریس پسر خالتون. ما میگیم رونی. رونی بر همسایه ماست در آفریقا. مگه پرتغالی نیست؟ پرتغال هست. منتها نه اینکه فادر شرکت نفتی هست. از این سیتی به اون سیتی، از این کانتری به اون کانتری. البته از این قاره به اون قاره است. از این قاره به اون قاره. بله. خب ولی نگفتین همراهتون بالاخره کیه؟ گیر دادون این همراه. ببینین من خیلی خیلی کرزوق شدم شما رو دیدم. کرزوق؟ کرزوق. آه کرزوق. کرزوق، کرزوق. پارتنر میگم اگر اجازه بدی شما پارتنر من باشید در این برنامه. نمیشه من که مجریم نمیشه اینجوری. در کنار هم ایراد نداشت ساختار شکنی. اصلا روند مسابقمون اینجوریست، باید خودتون دوستی همکار کسی رو لیدی مارد. ساختار شکنی کنار هم زندگی پر از عشق صفا صمیمیه. مهمون برنامه هم هست که رسیدن. اونت شده زدن مهمان برنامه داشتید که من هست دارن میان شما. سلام سلام سلام. خیلی خیلی خوش آمدید. های های چطوری؟ خوب هستید؟ آقای برگشتی بازم؟ چه میشناسینش؟ آره من میشناسه که مهاجم پرسپولیس بود. آلوکاگیا اون پسر عمه منه. آه پسرم واتسپش وست نشد رفت. اما قرار بابا فیلتر شکن میدادیم بهش برای چی رفت سر خانم؟ آره خب نه وست نمیشد. نه خب اصلا برای چی رفت نفتش آهای گل میشد. ایشون قرار بود جلسه بعد بیان مهمان برنامه احتمالا اینجا گروگاتی شده. آره شما اصالتا کجایی هستی؟ من در حومه آفریقا. بابا آفریقا یه قاره نیست. کجاش؟ کدوم کشورش؟ کدوم جزیره؟ هایتی؟ ماداگاسکار. ماداگاسکار. آدیس ابابا. آدیس نه. آدیس ابابا. آدیس نه. آبابا. فارسیت خیلی خوب نیست نه؟ من خیلی خیلی سخت صحبت کردم. آقای کازگانه هستی شما دیگه؟ نه من پژمان بازقی شدم خدمت شما. ها داداشش؟ برادرش. من بازم کرکیف شدم. ما هم پسره نیستی؟ نه با من اون نیست. چیه داستان؟ ببخشید آقا شما چرا اتاق فرار نرفتید؟ داشتیم میومدیم در سر کار میگه خودش نگفت مگه بیام اینجا گفتم بیام اینجا بعدم بعد نشد. مشکل چی الان چطور گرفتی؟ نه دستیار پول برای چی میگیرن آخه؟ نه نو پرابلم نو پرابلم. ببین ببین سیاه نیست به خدا نمیخوام اینجا تو همون پسر نیستی؟ چی؟ یه دست به صورتش بذارم. همون پسره ای چرا بذارم من الان چک میکنم خانم متوازی ببینم آسین تو دارم بر چی؟ نه من سیاه هم سیاه نرمه نرمه هم سیاه توبه نه دیگه او خاک بر سرم اینجا رو نگاه کنم کسیف کرده. این چه کاریه؟ برای چی میای هر دفعه برنامه منو به هم میزنی؟ میشناسینش؟ هر دفعه آقا میاد برنامه رو با یه داستانی به هم میزنه. علاقه جوب میکنم اینجا یه ساقه اونم داره این تلاشش رو کرده. برای چی میاد اصلا؟ علتش چی اصلا؟ هر دفعه همین کارا رو میکنه تو برنامه ما. نه من کل اوکاگیا هستم. چرا نمیری؟ تو گفته فوتبالیست دوست داری. من فوتبالیست دیگه اومدم. من کی گفتم فوتبالیست؟ کی گفتم خارجی؟ آه خارجی شون. چقدر زحمت کشیدم. برو آقا ایرانی مرد ایرانی ولی خوب درست کردی یا رود گلی تو پله ترکیب شده. خیلی خوشحال شدم دیدم اتون های بازگی خواهم سر خیلی خوشحال تو رو خدا ما رو آقای خودتون باشید بتره کنی برنامه رو اکاس ولی آتا فرار میرفتین ها من کلی زحمت کشیدم. برو دیگه باش دمت گرم. ببخش من به سر میدم ترسیدم چیه؟ خرخرتو میجونم آرام چرا؟ مگه نه رفتم پشمان بازقی بود اون خانم رو بفرستی به تا فرار آره حالا اتفاقی افته یه موقع نمیشه یه چیزی رو پیش بینی کرد ردیفش میکنم. حالا لیلا پرید دیگه عصبانی شد دیگه. نه چی نیبه حالا چه جوری درستش میکنی؟ اصلا پولم رو پس بده. نه سرما میخوای بفرستم یه تراج بخونی
آره ردیفش میکنم تو خیال قلب باشه. باشه ردیف کنی حتما خیال قلب باشه. صمد سلیمانزاده یکی از سازندگان قدر پروژه‌های ساختمونی که برخلاف ظاهر سختگیرش خیلی با شرکت کننده ها مهربونه. فقط وقتی که از انتخابای شرکت کننده ها خوشش نیاد امتیاز گرفتن ازش میتونه خیلی سخت باشه. سروناز شریفی مهندس معمار با تجربه که توی کارش خیلی جدیه. شرکت کننده ها باید حواسشون جمع باشه که بتونن با انتخاباشون نظر خانم مهندس رو جلب کنن. بهار زیا یه طراح داخلی کار بلد که همیشه یه لبخند روی لبش داره. توی داوری هم خیلی نکته بینه و به جزئیات بیشتر توجه. با داورای برنامه آشنا شدین. بریم سلامی عرض کنیم خدمتشون. بفرمایید. سلام پژمان عزیزم. سلام خانم اسداللهی. خیلی خوش اومدید به برنامه چی دمانه. هوای ما رو داشته باشین ها. ما گورمون ضعیف. بله هوای شما رو که حتما دارن داورا. من که با تو خیلی رفیقم. فقط آقای مهندس سفارششون رو بکنید. ارادت دارم. ایشون هوای هیچ کسو نداره جوی. اختیار. پژمان خان سلام. سارا خانم سلام. سلام دوستان خوش آمدید. سلام جناب بازقی عزیز. سلام صحرا جان خوش آمدید. بله بریم برای شروع مراحل چالش ها اگه موافقی. بله چرا که آماده ای؟ بله. بله اون آقا نمیاد سیاه دیگه آقا آبروش برنامه رو بگیر. اونها این جز برنامه نیست که بیرون بپرسن. ما بریم برای اولین چالشمون ببینیم که بچه ها چه میکنن. یه چالشی به نام بافتنی. من بلد نیست میل بافتنیمون رو نبردیم. من بلدم. من لیف بافتم و بچه گیست. لیف؟ بابا یادم نوزو شالگرده یه آبروداری میگردی. قبل این کار رفتم لیف میفروختم. چیش تا کلمه خدمتون میگم همینجون که الان جمله بافی کردیم با هم جمله رو میبافید. سعی کنید با مزه باشه امتیاز بیشتری میگیرید. هر کدومتون 250 امتیاز بتونید کسب کنیم. بریم؟ بله خواهد. سعی کنید با مزه باشه. جعبه یک، دو یا سه؟ بفرم. یک. جعبه یک رو انتخاب کردن. بله کلماتتون اومد. چالش بافتنی. این بار شرکت کننده هامون باید با کلمات داستان ببافن. توی این چالش 500 امتیازی مجری برنامه یک کلمه رو اعلام میکنه و مهمونای برنامه با توجه به معنی اون کلمه داستانی رو شروع میکنه و تا شنیدن کلمه دوم اون رو ادامه میده. با ورود کلمه دوم داستان رو به سمت و سوی کلمه جدید میبره و همینطور ادامه میدن تا کلمات به پایان برسه و داستانشون رو به سرانجام برسون. 3 2 1 نقاشی. نقاشی اتفاقی ما یه دوست داریم نقاشه و خیلی خونه های زیادی رو میره نقاشی میکنه. فیلتر. ولی زندگیش یه فیلتر خاصی داره. تو زندگیش همه چیزو فیلتر میکنه. مثل اینترنت اینا. تو خاورمیانه زندگی میکنه از شانس بعدش بنده خدا. چون اون فیلتر اینم داره. کارمند هوافضا. خیلی از بچگی علاقمند به این بود که کارمند هوافضا بشه ولی خب از بخت خوبش شد نقاش شو. آره آثار باستانی؟ تو آثار باستانی به نظرم هیچی دوست نداره. یکی دو بارم خواست بعض مالیش خوب نبود دو سه تا آثار باستانی قاچاق کنه که موفق نشد. البته خیلی ممنون. خیلی لو دادی دوستت به نظر. ادامه نده. بریم خانم اسداللهی. بریم خانم شما آماده این. بله. بچه فامیل. یه بار بچه فامیلم اومد خونمون انقدر پسته خورد مثل سگ زدمش اومد تو سرش یه جوری اومد جلو خانوادش اینجوری مظلوم شد. همون بچه فامیلمون کوری کرد بچه خوبی کرد افتاد. نگو بخاطر همون ضربه یکی تو بچگی محکم زدم تو فوبیا. به مامانم گفتم فوبیا دارم. گفت فوبیا چی؟ بگو ذره ترک شدم دیگه خاک به سرت اینجوری خارجی حرف میزنی شیک حرف میزنی. دوست اجتماعی. دوست اجتماعی و اینا رو من نمیفهم. سوشال فرند و دوست اجتماعی یا رفیق هستی یا نیستی دیگه. خب جنگل آتش گرفت. جنگل ها همین بچه فامیلمون یه جور عقده‌ای شد به خاطر اینکه زده بودمش رفت جنگل ها رو آتیش زد. الانم دنبالشن. شب نشینی؟ شب نشینی همین بچه فامیلمون اگه نمی اومد شب نشینی ضربه رو نمیزدم تو کلش که با آدم بود دیگه از اول. خشمونم مهربون تر گفتم بزنم. ما مهمونی نمیریم خونه خانم اسداللهی. واقعی زدی؟ آره. خیلی عالی 500 امتیاز داورا به این بخش دادن. فکر کنم صحرا جهر پژمان حاضری رو کشید. درست میگم؟ کنسرت
500 امتیاز و کامل از چالش بافتنی دریافت کردید. با وساطت من البته. میتونیم بریم الان خریدار رو انجام. من لطف کردن دوستانا ولی مال من خیلی بامزه نبود. بریم من وساطت کردم. بله عرض کردم که لطف کردین لطف شما. من هر چی بخوام میتونم انتخاب کنیم تا 500 امتیاز بخوام. ببینیم. ببین برای انتخاب پارکر در سه رنگ اولیه رو که اصلا من نیستم چون میخواییم فضامون یه ذره گرم تر شه دو بهتره نه؟ یعنی کفو اون رنگی بندازیم چیز فضای گرم ایجاد میکنه دیگه چون دوتاش رنگای خونسا و سردیه ولی دو گرم تره آره بریم برای انتخاب رنگ کاغذ دیواری در سه کالیته رنگی کنیم که یک ساده تره نه؟ آره یک ولی حالا اون گله رو میشه کاغذی بارن بعدن اگه خواستیم تو اجرا تغییر بدیم؟ بله یعنی مثلا اگه بیتونید حتی یه دیوار رو انتخاب بکنید فقط برای اون و بقیه رو ساده بزنید مثلا میشه یه دیوار رو تهردار بله، زد بقیه رو سپس یک آره. بریم برای انتخاب کابینه در دو تر و دو رنگ دوتاش خوشگله ولی نه این سمت راستی بیشتر به پارکت میاد یعنی شماره دو آره آره به خاطر اون چوبایی که توش کار شده کرده. خب چون سفیدم من همیشه امتیازش یکیه نه؟ 200 آره دو شماره دو؟ توسیشم خوشگاه آره دو دو انتخاب خیلی خوب تا چیزایی که انتخاب کردی رو جانمایی بفرمایید و همونطور بچه ها براتون انجام بدن توی خونه بریم آماده شیم برای مرحله بعد بله بریم الان چالش خانم ها که بخش VR یا واقعیت مجازی هستش بازی میفرمایید بریم که امتیاز کامل رو بگیریم ببینیم و تعریف کنیم خانم بریم شماره یک دو یا سه من نمیم شماره رو بازی کنیم بریم سه حالا این بازی دیگه شماره سه رو انتخاب کردم آسون باشه فقط وای سقوط از آسمان خراش چالش VR یا واقعیت مجازی توی این چالش 300 امتیازی مهمونه برنامه بر اساس انتخاب شانسی جعبه های بازی با زدن اینک سه‌بعدی به چشمشون وارد بازی میشن و باید به تناسب هر بازی امتیازات لازم رو کسب کنن و بازی رو به پایان برسونن توی این بخش شانس توی سختی یا سادگی و همچنین هیجان و ترس بازی تأثیر مستقیم داره رسیدیم بخش VR یا بازی واقعیت مجازی امیدوارم با ما همراه باشید لذت ببرید ترسناک یه ذره و طبق رسم برنامه چون آقایون خوانندگی رو اجرا میکنن بخش ترانه رو این بخش مختص خانم هاست بریم ببینیم خانم اسداللهی چه میکنن بفرمایید شما خودتون امتحان کردین؟ انشالله میشه کمکش کنی زنگولش رو برداره؟ وایسا 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 الان ببینید یکشناشو یو احوال وز بذار ببینم خودم میتونم بیام که اون ترس گربه رو بشوره ببره پاره یه 5 سانت ببر دست راست آره آره من بگی من بگی من تو رو خدا بگیر بزنم زیر اون یا دور آورم نزن تو رو خودت داری میزنی؟ نه 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 خودتی داری تمام بزنم حالا میزنم خب الان مثلا زنگوله رو برداشتید برگرد بله یا امام زمان آفرین دار فانی رو به دار گفت من میتونم خواهش کنم که خانم اوتادی مرحله رو خودشون شروع کنم برن اشکال نداره قبول نمیشه نه افتخارشون دست بزنم اونایی که موافقن نه هیچ کس موافق نیست یادم مونده یکی تو اونایی که موافقن بیشتر دست بزنن نه آقا من که نمیرم با سوت کوها رو نگاه کن نه نمیتونم زیر پامو نگاه کنم بزنم زیرش مریضید مگه نکنه چنانه وای آفرین
زنگوله. خب خودکشی الان. بای بای بای. ولی ترسناکه آبا واقعا. پایینو نگاه کن پایینو. بابا نکن نکن. بذار من راهمو برم. نکن. وای. نکن. به خدا من بذار پیاده شم. یه تو رو که اول از همه میذارم واسه تو. آفرین. 300 امتیاز ما رو جمع کرد. آفرین خانم معتادی. خدا میگیم بریم باش. ممنونیم از شما. با 300 امتیاز گرفتیم ها. خیلی خوب بریم ببینیم از این بخش چند امتیاز میگیرم. چیه؟ ما موزیک داریم؟ نمیدونم. بچه ها نمیگین قبلش اعلام نمیکنین نه؟ به ما یه چیز دیگه گفتن ها. اصلا الان قرار بود بریم میکروفونو بدید بهش حتما. نه اصلا قرار بود یه چیز بعد از این قرار به کار دیگه ای بکنیم که. اصلا این بوله وسط کار که موزیک باید بزنیم. از آفریقا آوردین؟ فوتبالیست است. مرحوم پلاس. شبیه رودگلیت هم هست نه؟ یه ذره. من فوتبالیستم دیستم اومدم از راه دور و اینجا هستم دل بستم دل بستم نواسه پول اینجا اینجا میتونی بخونی این حرف رو از تو چشمم از تو چشمم از تو چشمم نه نگو به قلب من نه 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 قلبم واسه تو لیلا شدم عاشق تو بیا شریک زندگیم شو لیلا من خیلی بهترم از مسی و کریس رونالدو یا حتی یه سفید آب بزنید درست میشه بیا سود بگو بله رو به من نشکل لیلا دلو اگه منو رد کنی بد کنی صد کنی میشم بلو بیا شد کن دل تو مثل شد دایم به تو چیجه میزنم واسه تو این پاسه هوا واسه تو گل میزنم واسه تو رو پایی میزنم واسه تو خوشحالی میکنم واسه تو گل میزنم من واسه تو گل میزنم واسه تو گناه داره گل بکنم زده اومده اینجوری که به نظر آی بازیقی کفش دارین شما کفش دارین به خدا میزنم تو سرتا من خودم این چالش رو اجرا کردم و سقوط کردم خانم معتادی که اصلا به شدت فوبیای ارتفاع داره اصلا چرا رفته نمیدونم خانم زهرا اسداللهی هم که سقوط کرد 250 برای این که خرید کنم خیلی خب میریم سراغ انتخاب پنجره دولت و سلط بفرمایید که کدومو میخواین کشویی یا بازشو اینا چند کار هست و ببین نمیره بالا بیاد پایین از این بر هوا خور داره اون شبیه پنجره های خونه ننجونمه اینا خوبه آمان نمیدونم اینا قشنگ شیکو پیکم از کشوییه باشه کسی هم باشه هرچی شما بگی خیلی با کلاس میره این بر اینجوری میتونی تمیزش کنی باشه باشه چه همین مبارکتون باشه دولت کشوی بریم برای انتخاب پرده های منزل واقعا اون خوشگله هم بد نبود بریم ببینیم شماره یک دو یا سه رو انتخاب میکنه من فکر میکنم که چون ما همیشه اولین یک آره. شماره یک رو انتخاب کردم خیلی خوب تا بچه های پذیرایی کوچیک بشن ما میریم آماده میشیم برای مرحله بعدی چطوری بابا؟ خسته نباشی خدا قوه چه استراحت با حالیه
قدیمی طوره که من عاشق این ریز نخوری قدیمی اینا خوب میذاره اونا رو پس میدادیم از اینجا انتخاب چیزی رو شما؟ نه نوشه جان پرتقال خونی ها پس منم یه سیب برداشتم ده ایوا چیو چیکار میکنی؟ ببخشید برقارا چه از یه عروسک ساده شروع شد چند وقتی دارم کابوسای عجیب میبینم از بچگیم از زمانی که دختر بچه بودم اون موقع ها یادم ساعت 3 هر شب یه صداهایی میشنیدم انگار یه چیزی سر جاش نبود اما این چند شبه هر شب کابوسا دارن سراغم از طریق این آیتم من اون خونه رو کابوسامو براتون شبیه سازی کردم مجبور شدم شما رو بیارم اینجا تا دلیل کابوسای هر شب من رو پیدا کنید کاری کنید از این مخمصه که توش گیر افتادم راحت بشم به مخمصه یه چیده منه خوش اومد صحبت کنیم بریم بیرون با باشه من میگم بازیشو بکنیم اشکال نه ساعت هم خوشگله ولی خرابه ولی دو و نیم چالش اول تنظیم زمان بر روی ساعت 3 و دسترسی به کلید کتابخانه و کشف تکه اول پازل یک و نیمه ساعت 3 یا خدا یه چیزی با کلید باشه کنم نمیده چالش دوم کشف رمز صندوق کتابخانه بر اساس چیدمان کتاب ها برای به دست آوردن تکه دوم پازل نمیده بفهم شما بفهمید بیاد من میزنم ها خب بیا بریم روبروی این بعد وایسیم تو مالا بیا بیا تو رو خدا این شوخی های چیز نمید خب ببینیم چی میگه خدا دوست عزیز سلام چرا اینجوری میکنم اینو بابا کنی آره خب اون صندوقه باید باز خب بذار ببینیم چیه داستان یا امام زمانی چه خیاطیه داره تکنه یا خدا پشتا دوتایی دیگه تعداد کتاب ها رو باید بشه نه ترزو سوال خدا من واقعا نمیتونم قسمت راست کتاب خونه ببین یه راستیه یه کتاب داره خب نمیذارن ببین دومی هم دوتاش کتاب داره آره دو تاش کتاب داره خب آقای بازرگان همینجوری دارم میزنم خب دو تا صفر سه هیچ کدومش نداره چهار دو تا داره راستیه داره دو تا اونم بعد بذاری دو اونم این بعد راستیه بذاری دو خب این باز شو یس من ولی جرئت نمیکنم در شما من خودم حتما یه چیز دیگه بعد بابا اینقدر قطع واسش چیه خب یه پازلیه تخت پاکنه چی میگه وای همین چیز باید داشته باشه تخت پاکنه شما رفته کنم بیاری بیرون من جرات نمی کنه چرا بود؟ بیا بریم چیه؟ محصه جنبه ندارم آها این اینجاست دیگه بیا بگی آها آفرین اینو میچست میگه ها؟ اینا تخت پاکنه تو دست تخت پاکن وایسه وایسه یه چیزی نگه آها بکنم با آینه ها رو بریم پاک کنیم وایسه این الان این درست شد این تا اینجاش درست شد اینم بذار اینجا آفرین یه تیکش مونده دو تا تیکه دو تاش مونده بیا تخته رو بیا پاک کن چ
چالش سوم، به دست آوردن رمز تلویزیون از طریق آینه و قرار دادن جاشمعی‌ها بر روی میز و به دست آوردن تکه سوم پازل و کتابچه راهنما. بسم الله الرحمن الرحیم. پاکو ببین چی داره، همش که پاک نمیشه دیگه، از این رمزی داره درسته؟ این پاک شد، ببین پایین، ببین تیوی ال پنج ده، خب ال داره این پنج ده، یا خدا یه صدایی داد نه بازم آه! تو یه سیپو های رکی این دختره بود که الان رد شد. اون روحه، این دوتا شمدونی اون که شکست. سمت نور. ای شمدونی ها، شمدونی ها اینه هاش. خب اون دوتا این دوتا شمدونی ها. خب اونو ببینیم باید بازسازیش کنیم قاعدتا ببریمش بذاریمش روی همون. میزه؟ آره. آه تیکه دیگه. ای دفتر دختره. بیا دخترم بیا مشق تو بنویس بازش کن بیا خب بازم ببینیم چی چرا درست شد آقا تمومه دیگه حل کردیم در رو واکنید بیایم بیرون چالش چهارم پیدا کردن تکه آخر پازل از داخل کابینت ها و تکمیل و جانمایی تکه پازل ها برای اجازه ورود به طبقه بالا یا خدا چیه؟ اوه سیب بردارو خواهی تو صورت ما نزنیم فقط چرا اینجوری میکنیم؟ داخل کابینت ها رو بگرد خب اه پیداش کرد ما پیدا نکردیم که دارم بهمون یاد میدم کامل بشه تازه اول بدبختی نه دیگه تمومه دیگه نه دیگه فقط خانه اول رو رد خب در رو کنید ما بریم لباس شد بریم بالا دیگه برو بچه من واقعا میترسم برو. از گرد من فوبیا دارم برو حالا صداش بود فقط شما اول بریم من میترسم یا امام زمان خب خب عروسکه رو باید پیدا کن بیا بخون بخون بیا بخون بخون چیه چالش پنجم به دست آوردن شعر و حل معمای مجسمه ها برای باز شدن در یخچال نشستم فکر میکنم به شرمترین چشمان آرم و حجمه سکوتت خلاف این ماجراست نشستم چشمایم گریان چشمای گریان خاطراتت بالاترین دستاورد بشریت و فریادهایم به عمق یک چاه تغییر جهت مجسمه ها طبق شعر نشستم ببین نشسته این نشسته خب آه به شرقی ترین یعنی راست آه راست این وریشه خب یا یعنی شمال این وری در نظر بگیریم شما آه. این شماله این... نه 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 این شرقه بالاترین دستاورده باشه و فریادهایم به اون خیلی ببین این باز شد بفهمیدی؟ درست انجام ده. آره دیگه درست شکل. من برم. کلا نمیفرمایم اینجا زود. کتابو بیار. آقای بازیقی در نقطه استارت وایسید زیر پاتو. یه دونه شد چیز کرده. شالم بود شالم. نه سفید.
جلو جلو درست شد یک دو سه یک دو یا امام زمان شانس آوری تو نیومدی یا من که گیر کردم چیزیتون نشد؟ نه من چه کاریه میکنید آخه؟ به در بخورش چجوری باید بیاییم بیرون؟ بچه ها من واقعا تنهایی نمیتونم این بازی رو ادامه بدم خواهش میکنم که قطعش کنی بسو کمکت کنم آقایی بنده خدا چالش ششم میهمانان با همکاری و استفاده از کتابچه راهنما معمای اتاق شطرنج را حل کرده و از هم جدا می شوند و در ادامه برای پیدا کردن عروسک و راه خروج با هم همکاری کرده و معماهای باقی مانده را حل می کنند. به هم تیمیت بگو برود به کتابخانه روی قاب عکس عدد را بخواند و حفظ کند و برگردد. باشه. یا امام زمان. بچه تو رو خدا. تو رو خدا کسی نیاد. بیست نوزده چند؟ بیست نوزده خب این نوشته که مرحله و دکمه آی ریموت رو بزنید خب و همتینه تو بره طبقه خانم اسداللهی برید بالا قاب عکسی که روشن شده حرفش رو بخونید و حفظ شید و برگردید لاین یعنی شیر L-I-O-N بیا باز شد سهر بیا توی اتاق شطرنج اتاق شطرنج؟ آقای بازقی آقای بازقی من میخوام بیام بیرون از اینجا عروسک و کلید رو پیدا کردیم بله کیه؟ منم آها شما یا کمک کنه بگیم منم مادرتون منم بلبله چنگی مسخرن اینا نه بابا خوبه باحاله کجاش باحال بود من سکته کنم اما عروسک رو پیدا کرد من چیزی بچه من میزنم بچه تمومه دیگه یا اینجا چه خواهد به فکر کنم رشتیم تموم شد دیگه به بهشت برین احتمالا بسیم به سرسر اینا همش یه چیزی واسه ما میذارن خب ببین تای فیلمه این بود که این عروسک رو میدیدیم یعنی ما از پله ها رفتیم پایین بعد رسیدیم بعد تایش این بود که عروسک رو فکر بکنم تموم شد اگر اشتباه نکنم بچه تموم شد ببینیم. چون دیگه واقعا من دارم سکته بله تموم شد خسته نباشی به به من به عنوان شجاع‌ترین شرکت کننده این بازی موبایل تو برده اونجا گذاشته وای اوف ولی خیلی گرم بود خیلی خوب بریم مرحله بعد چی میبینی چی دمانه کجا میری چی دمانه خب شما در این مرحله 500 امتیاز گرفتید و از ذخیره 500 امتیازی که در بدو ورود توسط برنامه به شما داده میشه هم میتونید استفاده بفرمایید آلی. هر چقدر از ذخیرتون استفاده نکنید بچه ها بهتره این بخش مورد علاقه من تمیزی آشپزخونه سینک ظرفشویی این من به نظرم استیل بگیریم قطعا استیل که قشنگ میشه تمیزش کرد بعدم تک لگنه بگیریم به نظر من دو لگنه بهتر که یه دونه بشویی یه دونه آب بکشی نه اون همیشه جرم میگیره این آدم مسلط روش ببین اینو میذاری اینجا خب آب میکشی میذاری اینجا
خب یعنی میتونی هر آقای بازیقی به کارهای خونه و شستشو مثل اینکه زیاد علاقه منده. بله بله این بخش آشپزخونه اینم که از این گاز نه اون مشیه گاز نه استیل بگیریم ترتمیز استیل که قشنگ بتونی تمیزش کنی. من میگم این کارو کنیم ما ببین خانم اسدوغلو میگم گروه خودمون ما اون امتیاز رو در واقع سیوش بکنیم. الان ماکروویو احتیاج نیست، یه دونه شو برداریم، یه دونه فر برداریم. زمانمون بچه ها خیلی وقت تموم شده، بفهمید غرفه بله بعدی بله لوازم برقیه. اینو اون دیگه خودشون نوشتن بچه ها. آره بفرمایید برای لوازم برقیه خونه. بله من میگم خانم اسدوله اینو انتخاب نکنیم برای این خانواده، ظرفشویی رو بله. آره من خونه رو برای خودم سیوش کنیم و اینکه یخچال و لباسشویی چون کابینت هم توسیه به نظر من دیگه همش بر. توسی در توسی هم خسته نه دیگه سفید خوب میشه این و اون مبارکه تلویزیون که خوبه دیگه عالیه این خوبه دیگه بریم بریم لفشویی برنامه بفرمایید برای انتخاب نور این بله. بخش مورد علاقه من نور پردازی پس من میشینم شما من خیلی خوشحال میشم که تنهایی انتخاب کنم بله. چون به من فکر میکنم سلیقه ایشون ها هرچی هست سلیقه ایشونه من فکر میکنم خوب آشمان سلیقه من بله من بعدش مورده چون چیدمان توسیه خب این خیلی چیز خوشگلیشه بعد ایستادش هم داره بعد هم اتادی از این بالا کانتری ها که اینجوری میاد خیلی شیک وای میسته داریم خیلی نور رو دوست کرد. دارن خانم آره نور خیلی خوشم خواهد تو نور ظرفا رو بشوره با دست آره آره این ستا رو ما برداشت بفرمید بفرمایید برای مرحله بعدی آی دکس آی لوکادیا حالا گلم زدین؟ یا یا بعد وضعیت زمین فوتبال رو به چه شکل میبینیم؟ خوب شخم نخورده شعارا عمل نمیشه یه ضربان مثل میزنیم برام بفرماین که مشت و سراخ نمیره یعنی جارو رو به دومش سراخ کردم اینو ما خودمونم نشنیده بودیم من خودمم نشنیده بودیم میشه من چشاتون رو ببینم؟ بله چشای من سگ دارد شما را نگیرد شوخ مزاح شنیدم با یکی از پیشکسوتای فوتبالمون هم رابطه خیلی خوبه. اون گوخاله میکنه. من دیدم. اسم چی بود؟ لوکادیو. محمد علی لوکادیو. محمد علی لوکادیو. لوکادیو. ریشه مذهبی داشتم. ریشه. پدر یا مادر؟ بعد روپایی هم میزنین؟ من روپایی میزنم. بله. خیلی متشکرم. نمیری بیرون؟ چرا؟ چرا؟ I got this. بریم سراغ چالش مورد علاقه من. سوال و جواب. پرسش ها رو خواهش میکنم که خیلی صادقانه جواب بدید. آقای بازیقی اگر دوباره متولد بشید آیا بازیگر میشید؟ 100%. چرا؟ خوبی و بدیشو بگید. خوبیش اینه که خب کاریه که من دوست داشتم انجام بدم در زندگانیم. بدیش هم اینه که فوش زیاد میخور آدم. بله بله خوبه. شما آیا برای خانواده دردسرساز بودی تو دوران مدرسه بعدش قبلش حالا کلا بچه شیطونی بودیم؟ آره یه بار سر یه المپیادی یکی از دوستان بهم تقلب نرسوند سنیم چه توقع بی جایی بود بعد من انقدر لجم گرفته بود ازش اینو تو حیاط مدرسه کتک زدم دست بزن داره اقا ما فهمیدم از اول نه آخه تقلب نرسونده بود حقم بود حقش بود یعنی و اون بار یادم شما خودتون رو محق میدونستید که بزنینش آخه قبلش بسته بودیم چی رو بسته بودیم گفتم ببین تو یه جوری بشین که من گزینه ها رو عروت رو بزنم حالا المپیادم بود و امتحان بود که واجب باشه بعد نرسون یه عوض شد کتکش حالا اون عقده‌ای هم شده بعد رفتیم سر جلسه دیدم اینجوری رو برگشته میدونم از کدوم دوستا داشتم به خدا یعنی چی؟ آره دقیقا اونه که دست بکنن اینجوری الان شما دارید
تاییدش میکنین؟ من کتک کنم ولی من خودم اصلا استاد تقلب بودم، احتیاج نبود کسی برسون. من از اون موقع به بعد خودم خودکفا شدم دیگه، کف کفش رو دیوار همه جا. آره من لای مانتوی ما یه چیزی داشت که پرس میکردم، چه کاری بود آخه؟ تسلر رو با میکردم اون لای من چون بلندم سفید میدادم، ولی راحتتر نه کسی کتک میزه نه توقعی داشتم. بزرگترین تصور غلطی که راجع به بازیگرا وجود داره چی از نظرشون؟ اولا که فکر میکنن همه پول دارن. بله. فکر میکنن که درآمد نجومی دارن. فکر میکنن همه سال داریم ما کار میکنیم. نه فکر میکنن که مالیات پرداخت نمیکنن. ضمن اینکه یکی دیگه از خصوصیات مهم بازیگرانه که برعکس همه فکر میکنن خیلی آدمای اجتماعی هستن، در حالی که آدمای منزوی هستن. منزوی ما... نه درونگرا نه منزوی هستیم واقعا. یعنی ما رستوران رفتن برامون سخته، بیرون رفتن برامون سخته، یه سینما میخوام بریم فیلم خودمون رو ببینیم، یه ماسک میزنیم، عینک میزنیم، کلاه میزنیم، نه اینکه خدای نکرده بخوام خودمون رو از مردم پنهان بکنیم. ماها مشکل داریم، خودمون با جمعیت مشکل داریم، شاید میترسیم وقت عکسی در رادیو وقت. حالا به هر حال هر چیزی هست باعث میشه ما نوع زندگیمون نوع زندگی متفاوتی به نسبت آدمای معمولی باشه. بله بله این اتفاقات هم میفته. و شما بدترین نقدی که تا حالا راجع به خودت شنیدی یا شایعه، بدترین شایعه ای که شنیدی؟ شایعه خدا رو شکر نشیدم هنوز، ولی نقد هنوز یعنی منتظر بله دیگه باید منتظر باشی. ولی نقد یه برنامه‌ای رفته بودم، بعد یه کلاهی گذاشته بودم سرم که گشاد بود برام، بعد به صورت اینجوری تیک عصبی هی این کلاه رو درست میکردم. بعد یه شب خوابیدم، این اصحاب کف صبح از خواب بیدار شدم، دیدم 100 تا فوش بعد برام نوشتن که برا چی اینقدر تو با کلاهت ور میری؟ اصلا این چه کار، چقدر تو مریضی روانی؟ یا کلاه خودم دوستم برمه. آره و مثلا دیگه از اون موقع به بعد خیلی سعی کردی با کلاهت ور نرم نری؟ آره ولی خیلی عجیب بود برام که چرا انقدر اذیت کرده کسی. اگر بخوای سه تا آرزو به قول چراغ جادو بگی و بدونی همه رو برات برآورده میکنه، سه تای اولی چی؟ قشنگ. اولیش اینه که من برگردم به دوران کودکیم. دومیش هم باز برمیگرده به زمان که دوباره یه قدرتی داشته باشم کارهایی رو که کردم و کارهایی که نکردم رو بتونم پشیمونی آیا از کارهایی نه تصحیح کنم. و سومین آرزوی من شاید یه ذره خنده دار باشه، این آرزوی قلبی منه که یه روزی از شهر آستارا را بیفتم و تا بابل سر پیاده برم با یه گروه محیط زیستی و تمام ساحل رو تمیز کنم. قول نمیخواد آقا پیاده روی کنی تمیز کنی؟ نمیشه واقعا. یک همت عالی و ملی میخواد به نظر من. یکی از دغدغه‌های منم هست. خیلی هم عالی، خیلی جالب بود، خیلی جالب بود. اگر بتونید توی جزیره که محبوس هستید سه نفر رو همراه خودتون داشته باشید، کیا هستن؟ من چون شکمو هم اتفاقا، اما یه آشپز خودمون تو روستامون داریم، خیلی هم کارش خوبه. اونو میبردم دمپختک و کندور تو جاده چالوس، دمپختک و قرمه سبزیم و اینا برا باشه. به هر حال شاید دیگه بر نگشتن. خب دیگه بابامون مامانم برنامه میخوای بری؟ آره مامانم هم میبرم. اگه حالا بتونم آره یه آدمی رو ببرم که یه آدمی که خوش بگذره دیگه، مثلا حافظ رو میبرم چهار تا غزلی برامون تعریف کنه، سعدی. چرا کارش به کجا کشید؟ برادر خواهر یه کاری میکنم خوش بگذره دیگه. تسلا بیاد معادله حل کنه. نه معادله حل نمیکنه، میاد مثلا میگه پشمام مثلا تو خب بیدار میشه میگه جانم تسلا جان، میگه آقا یه چیزی اختراع کردم جزیره رو روشن میکنم. یه دکمه هم زدن مصباک نزد حافظ میگم مثلا من تا دارم مساج میزنم تو یه شعری هم حافظ تازه خود حافظ تره خوشکش میکردم بنده خدا. سه تا کاری که هر روز مجبوری انجام بدی آقای بازر؟ تو ترافیک گیر کنم، بعد تلفنم هر لحظه یادم باید چک بکنه، چیزای بدشو دارم میگم. آره دیگه مجبوری. و اینکه مجبورم برم سر کار هر روز. من چون با تو کار کردم میدونم از کار کردن لذت میبری. بله این جزش حساب نمیشه، قبول نمیکنم. سه هرس بخورم. هرس چی رو میخوری؟ هرس همه چی، هرس مردم و هرس جامعه رو، هرس وضعیت اقتصادی و هرس جهان رو. قبول میکنیم ازتون. عجیب ترین کاری که کردی پول دراری چی بود؟ خب من 16 سالگی کار کردم، خیلی کار کردم، حالا قبل از اینکه اصلا بازیگر بشم، به دلیل اینکه حالا پدر من نظامیان و حالا نظامی بودن و اعتقادش این بود که پسر باید رو پای خودش بایسته، حالا کارگری زیاد کردیم فلان اینو بمانه.
سوال آخر رو میپرسم از شما و میریم پایان این بخش. با شنیدن این کلمات چه کسانی به ذهنت میرسه؟ ورزشکار ملی. ورزشکار ملی آقای دایی. بله. کارگردان آقای کیارستمی. استاد خیلی که سمندریون. خیلی عمالی. بله درسته. مرسی از جوابای خوبتون و من خیلی لذت بردم از این بخش. بریم سراغ بخش بعدی. مرسی. بله. چالش موسیقی. توی این چالش 500 امتیازی یکی از مهمونای برنامه باید نام خواننده یا آهنگی که به انتخاب خودشون از جعبه های این بخش بیرون میاد رو حدس بزن و مهمون دیگه اون ترانه رو با همراهی بند موسیقی برنامه به صورت زنده اجرا کنه. خیلی خب، آماده هستیم برای چالش ترانه؟ بله. بچه‌ها براتون ترانه‌ای چه کارهایی میکنیم با ما؟ آقا ترانه‌های نوستالژیک و مرتبط گذاشتیم. بله. بریم. بله. جعبه یک، دو و یا سه؟ کدومه؟ سه. سه رو انتخاب کردن. زیر آسمان شهر. خانم خواننده‌اش کی بودن؟ غلام شیش لولبند. آره غلام محتاج. خودم بازی کردم دو قسمت. خوانندش کی بود؟ خدا بیامرز آقای ملک‌بوتی، خانم رنجبر. آره نگاه میکردن. خوانندش خیلی معروف شد، بعدنم یه آهنگ خوند، یه مسجد وسط دوتا مثلث اسیره. آهان یه صدای بله خوب و باز و ما از همینجا به دوست عزیزم بگم اسمشو؟ نه یه دقیقه وایسا الان میگم. خب من امتیاز به من بده. چیز آقای شما امتیازات دیگر رو کسب کنید. یه مسجد اون یه مسجد وسط آقای تاجیک. خوانندگی رو گرفته ولی خوبه، عکسش خوبه، دقیقا وقتی که میشه مدشون صدا شده جام زندگی رو از زم جام زندگی رو از زم آدم ها با هم و تنها هر کدوم یه جرم و اما بعضی واژه های رازن بعضی واژه ها بی من آدم ها نقشای رنگی گاهی شادن گاهی غمگین آخه زندگی بنا نیست که سراسر باشه شیرین زیر آسمون این شب چرا دشمنی چرا غم وقتی که میشه تویی کرد جام زندگی رو از جام زندگی رو از همتون گرم. گروه خوب درجه یکی ظرف کمتر از 5 دقیقه با صدای انکر و لسات من تونستن که ولی تحریراتون خیلی جالب بودا. میگفت تحریراتون آره میگفتی سراسر باشه شیزی را خیلی بال بود. خیلی دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. به نظر ما امتیاز کامل رو میگیریم. نه ممنون متشکرم. خب باز هم ارفاق
رفیقمونه دیگه. دوستان مثل شما امتیاز میدن، یعنی این بخش بخش تخصصی برای این دوستان نیست، من بهشون حق میدم، اما میخوان برن خرید کنن دیگه، چاره ای نیست. 400 امتیاز از 500 امتیاز دو هنرمند عزیز شرکت کننده در قسمت سوم چیده. دوستان الان میخواییم بریم برای خریدها. شما 400 امتیاز گرفتین از 500 امتیاز و البته ذخیره هم دارید، اگر خواستید میتونید استفاده بفرمایید. ذخیره برای خودمون استفاده میکنیم. بله، ولی اگه نگه دارید برای جایزه نهایی. چقدر بنافرید. زمان دارید برای هر انتخاب؟ 30 ثانیه زمان دارید. بجور بجور نمیشه، خیلی کمه. سریع باید انتخاب کنید. این که نه، اینو توصی داره بد نیست ها، حتی من رو سلیقه جوانانه تو حساب کردم ها. اینم که بنفش نه نه نه، این نه، این که خیلی بده. اینم بد نیست. این چیه؟ این یه ذره به نظرم بینیم مدرن ترم هست. ببین این خوبه، ولی چون یه دونه بعد انتخاب کنیم. ببین آخه این چون آبی داره توش بدن سخت میشن. زمانتون داره تمام خریده. ما تقریبا انتخاب کردیم. آره، اینو نشونم کردیم. بفرمایید برای انتخاب مبلمان همچنان هم امتیاز خودتون هست، هم امتیاز ذخیره‌تون. خب اگه اجازه بدید من میشینم این بخش رو بسپارم به عهده شما. تست بکنید ببینید قشنگ ببینید چی میخواید، ولی حواستون به امتیازا باش. ولی من گفتم اولشم، گفتم یه بخشی روی سلیقه جوانی شما حساب کردم، چون اینا من خیلی سلیقه‌ام نیست راستشو بخوای. پس من یکی یکی به شما میگم، شما منو تایید کنید یا بله. نه خوبه این که نه، این به نظرم نه، این که اصلا به این دکور و اینا میزدارخوری هم نمیخواد. چرا؟ برای اینکه اونجا خودش کانتر داره دیگه، فقط کافی چند تا صندلی بذاریم راحته. آره خوبی شما، خیلی خوش آمدید. شما خوبی، خیلی من آره عالی شد. اینو برمیداریم نه؟ بله. اینو از این جینگلی ها میدید بذاریم کنارش خوشگل شه، یا اینو امتیاز جدا؟ هر کدوم امتیازشون روش نوشته شده، میتونید انتخاب بفرمایید. 50 امتیاز ناقابل دیگه. بله. ما که اصلا به یه چشمم زدنی 400 تا 400 تا. نه دیگه، خب اینو حذف کردیم دیگه، یعنی میز نورخوری حذف کردیم. چالشاتون زیاد نیست خب. بچه ها سرویس خوابم. ببین الان این یه دونه اصلی داره، ولی شما بخواید بهمون بیشتر هم میدن. آقای بابا حالا ببینیم چی میشه، چون برای این تعداد زیاد. سرویس خواب هم انتخاب کردیم. سرویس خواب با همون بریم غرفه بعدی. فکر کنم آرایش جمع چیرالا. به به چه خوشگلن اینا. من فکر کنم چون توسی قهوه‌ای بود دیگه، رنگ کابینتا سفید که نه. نه حالا چیکار؟ اینو انتخاب کردیم. چرا؟ علتش چیه؟ خب چون شبیه سیم تلفنه. این چه علت خیلی خوبی واسه مثلا. علت دیگری ندارم. من به نظرم مبارکه. اینا چیه؟ اینا رو بلد. اونا برای اینه که وقتی میخواین آشپزی کنین قابلمه رو هی نبرید آب کنید بیارید، پس همون بالا گاز قرار میگیره. اینم بردیم ما، از اونا براتون میذاریم. بریم ببینیم چیدمان خونتون به چه صورتی میشه. بریم چهارده پجانو مبلیران. آقا دمتون گرم، من دیدم 206 سکار میگم. بله بله، به 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 به، خوشی دستتون. به به، گل بود به سبزه نیز آراسته شد. این سکو ماشینا رو که میبینید دوستان قیمتش هم بالاست، فکر میکنید واسه کیه؟ واسه شماست، واسه شما که تو کمپین تخفیف مبلیران در طول برنامه چیدمان شرکت کردید. حالا اینا رو که بذارید کنار، یعنی بار بندیل چیدمان رو که جمع بکنن، میرین تو قرعه کشی مبلیران و انشالله برنده میشید. اینو بذارید کنار، خود برنامه چیدمانه یه مسابقه داره که شما اگه تو اون مسابقه شرکت بکنید و انشالله برنده بشید، به سه نفر، دقت بکنید هر برنامه، به سه نفر کد تخفیفی 20 میلیون تومانی میدن. برید خرید بکنید، دوباره هم مبلیران حال شو ببرید. یعنی اصلا دیگه نمیدونم چی بگم من خودم. الو گوشی دستتونه؟ آقا اون سرویس خواب و مبلا رو بفرستین دیگه. آره همونه. خب رسیدیم به بخش پایانی چیدمانه. بچه ها تا اینجا همه مراحل خوب انجام دادن، چالش ها رو خیلی خوب انجام دادن، امتیازات خوبی گرفتن، البته چیدمان خوبی رو هم انجام دادن که ببینید و با سامانه 90989
به این دوتا دوستای گل من امتیاز خوبی بدید و اگر موافق هستید بریم نتیجه کارتون رو ببینیم. بله حتما. الان استیج میچرخه، بعد که ایستاد شما میتونید درب رو باز بکنید و چیدمانتون رو ملاحظه کنید. خدا یار و نگهدار. بودم خیلی مزارم، خیلی زیباست. هارمونی رنگ ها حتما که زعفایی هم داره. واو این عجیبه، خیلی زیبا. بفرمایید. واو لوستراتون هم اومد دیگه. چی میخواد؟ نه من یه اشتباهی کردم. چرا؟ چون گفتم که اینا رو بغل هم بزن. یه کمک به من بدین. بله بله باشالا سنگین هم هست. آره اینو بچرخونیم اینجا. فکر کنم چون جلو در بسته است. خب اینم بیاریم بذاریم. آره اصلی هم بذاریم وسطش. وسطش رو جای تلویزیون خوبه آقای بازقی. آره بذاریم برترم میتونه بیاد. میتونه باشه. ولی این جنگیلیه خیلی قشنگه. خیلی جای تلویزیون تو مردم خیلی خیلی از اینا. باید کاش این وری فقط میزدن. فکر کنم میتونیم مثلا بعدن این وریش کنم. اینجوری بچه ها بچه. آره این وری بشه بهتر. آره اینو شما این وری در نظر بگیرید بهمون امتیاز بدید. دیگه چی؟ یه ذره پایین ترم بد نیست. آره یه ذره بیاد پایین ترم جالب تر میشه. چیزای ضروری هم فقط خریدیم. نه کاش که اینجا به در بزنن. اصلا این کارهایی که میخوایم براتون انجام بدیم. آره ماچو وب نداره. کاش که در توسی هم اینجا میزدن. حالا مثلا یه گلدونی هم شما اینجا فرض کنین که هست فعلا. ولی سفید انتخاب سفیدش خوب بوده. خیلی خیلی انتخاب درست شد. ظرفشویی هم دیدید که انتخاب نکردیم که امتیاز جمع کنیم. آها اون برم این برم ببینیم چجوریه. خب جام ساده و دیوار نداره. خیلی خوب شد. آره. نظر شما چیه؟ من دوست دارم خیلی هم من... آره هم کاغذ دیواریاتون رو خیلی دوست دارم هم پرده خیلی بامزه شده با هم. آره پرده یه سبزی توش داره بلد. جالب کاغذ شده. کاغذ دیواری هم داره دیگه. آره جون گرفته فضا همش خونسا نیست. آره بنظرم خونه جالبی شد. خیلی خوش سلیقه. فرشم خوبه. فرشم آره پهن شد خیلی جالب شد. آه. خب اگر تغییر دیگه احتیاج نداره که ما شما رو به خداوند بزرگ بسپاریم و بریم با داورای عزیز ببینیم چه خبر. امیدوارم که همه امتیاز رو گروه ما بگیره. ما پیشی نه شما به پیشی حساسی نه؟ ما سبقت بگیریم. آره سبقت بگیریم و بتونیم تو مراحل بعدی هم باشیم. تشکر میکنم از همه عوامل. خیلی برنامه سختیه برای اینکه همه اینها در هر دفعه بایستی دوباره جابجا بشه به سلیقه دوستانی که میان اینجا و شما میبینید برنامه‌شون رو. امیدوارم که لذت برده باشید. آره و دوستان خیلی زحمت میکشن و به نظرم یه برنامه‌ای که خیلی کمک میکنه به خلاقیت آدم، ذهنیت آدم. شما بعدا زحمت بکشید از این زاویه اینجا رو ببینید خیلی جالب شد. حتما من اونجا آره پلاتو پایانی دارم. آره بعد ترسم هم خواستم یه پیشنهاد رشته‌ای بکنم به داورا که امتیاز ویژه‌ای هم به ما. شما رشته احتیاج تخصص نداری. تخصص من و خانم اسداللهی اصلا چیز نیست. واقعا طراحی داخلی نیست. ما فقط صرفاً به سلیقه خودمون بودیم. ولی خوب چیدید واقعاً. نه حالا اگه دوستان دیگه کمک کردن میتونن بیان تو صفحه مجازی، تو فضای مجازی زیر صفحه برنامه به ما بگن که مثلا چی بهتر بود که با چی میذاشتن این شرط. البته با پیامک بیشتر میتونید کمکشون کنید. حالا هر طریقی که شما بگید. ولی این شیر خوشگلم نس شد برای گاز. چند تا چیز هم کم داره دیگه. صندلی کانتر هم اینجا کم داره. آره اینجا مثلا شد دوتا صندلی باشه. مبارکتون باشه. بریم ببینیم که داورای عزیز چه جنبندی و چه امتیازی برای عزیزان انجام میدن. خدا نگهدار. خدا حافظ. شما از همین الان تا 48 ساعت قبل از پخش قسمت جدید چیدمانه میتونید طبق سلیقه خودتون به شرکت کننده های این قسمت امتیاز بدید. فقط هم به صورت عددی از 100 تا 1000. بعد چی میشه؟
بعدش وارد قرعه کشی 3 بن تخفیف 20 میلیونی خرید مبلمان از مبلیران میشی. پیشنهاد هیجان انگیزترش اینجاست که با حدس زدن مهمونای قسمت بعدی برنامه وارد قرعه کشی 2 واحد آپارتمان میشی. جذاب شد نه؟ البته باید یادآوری کنم که فقط تا 48 ساعت قبل از پخش قسمت جدید برنامه فرصت داری. و مهمتر از اون این که هر چقدر تو قسمت‌های مختلف شرکت کنین و حدس درست بزنین، پایان فصل اول شانس بیشتری برای برنده شدن دارین. هیچ محدودیتی هم برای تعداد ارسال پیامک حدستون از مهمونای قسمت بعدی ندارین. پس همین الان به سامانه پیامکی 90989 پیام بدین و وارد قرعه کشی‌های جذاب چیدمانه بشین. شاید برنده شما باشین. خب داوران عزیز، لطف کنید دقت نظر روی چیدمان آقای بازقی و خانم اسداللهی بفرمایید و امتیازتون رو هم بگید. بفرمایید. خواهش میکنم. انتخاب لوستر بالای جزیرهش رو خیلی دوست داشتم. کانتر آشپزخونه‌ش رو به صورت خطی بود، خیلی انتخاب جذابی بود. ترکیب رنگ کابینتتون رو خیلی دوست داشتم، به نظرم یه ترکیب خیلی جذابی بود توی فضا. تنها نکته که میتونم ازش حالا یه مقدار انتقاد کنم اسکیل و مقیاس فرش بودش، ولی در مجموع امتیازی که بخوام به دوستان عزیزم بدم امتیاز 400 هسته. 400؟ بله. 400 زیاد نیست؟ خب به هر حال فکر میکنم اون ترکیب کلی چیدمان فضاشون رو من خیلی دوست داشتم. خب حالا راجبش صحبت میکنم. اوکی. خواهش میکنم. خواهی من شما بفرمایید. نه شما بفرمایید. نه خواهش میکنم. ببینید احساس میکنم یک مقدار محتاطانه انتخاب کرده بودن وسایل. البته شاید این سیوینگ یعنی همین خدمتتون عرض میکنم، یعنی دو تا موضوع رو باید نظر داشتن. یکی اینکه نمیخواستن همه امتیازاشون رو برای انتخاب وسایل استفاده بکنن، که خب این یک مقداری این نگرش باعث شد که شاید چیدمانشون یه مقدار ضعیف باشه. و نکته بعدی جناب هاشمی، رنگ هایی که انتخاب کرده بودن فوق العاده توی بازه در واقع محافظه کارانه بود، هیچ اکسنتی هیچ حرفی برای گفتن نداشت و به نظر من بیش از حد از رنگ‌های خونسا و طیف توسی استفاده شده بود. درست هارمونی ایجاد کرده بود، اما به نظر من شاید یک نگاه محتاطانه برای کسب امتیاز پشتش بود که نمیخواستن خطر بکنن. من فکر کنم 350 امتیاز منصفانه باشه براش. 350 شما آقای مهندس؟ ببینید ما برای همچون فضایی و همچون آشپزخونی که باس است، کانتر یا آیلند به این باریکی به نظر من خیلی کوچیکه. حتما باید یه ذره کاربردی تر از این باشه، یه ذره عرض اینو بیشتر بکنیم که هم میتونیم بله هم میتونیم به عنوان کانتر غذاخوری استفاده کنیم، هم برای کانتر برای کار در آشپزخونه. اینجا یه سری محدودیت هم دارن دوستان بابت ابعاد استیج، اون رو هم لحاظ. آره ولی من با این حال چون فضا رو دارم میبینم بله. تو اون فضا من میگم جا داشت این فضا. میگم بیننده‌های عزیز لطف بکنن دقت بکنن به این که داوران ما دارن تخصصی اون چیزی که درسته رو میگن. یعنی شما اگه تو خونه امکان چینش بهتر دارید خب گوش بدید کاملا به نتیجه. خیلی متشکر امتیازتون. ببینید به غیر از اون یه مورد دیگه هم بود راجع به مبلمان، همش تک صندلی استفاده شده بود، یعنی این بایستی که چند تاش به صورت مبل سه نفره یا دو نفره می بود که در کل به نظر من 300 تا رو من براشون خوب امتیاز دارید. مهندس والا بس خصاصت نیست، یه موقع جدی میگم مهندس اینا جور شما رو میکشن اختیار والا این تفریا اصلا من فقط پشمانخار رو خیلی هم دوست دارم، ولی خب از نظر واقعا حرفه‌ای بخوام نگاه کنیم باشد. من مطمئنم که اگر فضا بیشتر داشتن و امکانات بیشتر داشتن نداشت مهندس دقیقاً اون بعد محدودیت رو هم در نظر بگیریم. مهندس درست به نکته‌ای خوب اشاره کردن. امتیازی است که داوران محترم به این دو هنرمند دادن. 1050 تقسیم بر 3 میشه 350. 350 مبارکتون باشه. مبارکتون باشه. به
بریم بچه زبط دیره. آره واقعا دیر آمد. آره سریع. سه دو برکت. سلام، خوش اومدین آقای بازرگی، سرکار خانم اسدالله‌ای عزیز. تا الان چطور گذشت مسابقه؟ اتاق فرار همه چی از صفر تا صد که اجرا کرد. به من اتاق فرار شروع میکنم. اگه میدونستم این پارت هست امکان نداشتم بیام سر این کاره. ترسیدین؟ نه ترسیدم موردم قشنگ. بعد اونجایی که آقای بازرگی افتاد پایین، من تنها واقعا میخواستم یعنی بیام، اگه راه داشت میمدم بیرون. اصلا خیلی ترسیدین، خیلی بدین شما، اصلا خیلی حالم بد شد واقعا. ولی نرفته بودیم، یعنی اتاق فرار شرکت نکرده بودیم. نه نه دیده بودم فیلماشو ولی ندیده بودم. آقای بزرگی شما چی؟ جذاب بود به نظرم. به نظرم نترسیدین ها، یعنی ببینید شما با علم به این قضیه داری میرید تو یک محیطی بازی بکنی که معلومه که یه سری کاراکترهای زندم درش حضور داره، صدای گربهه، ولی خب مثلا صداگذاری یه ذره التهاب میاره، نورپردازی التهاب میاره، ولی این که در نهایت آسیبی نمیبینی، قرار نیست آسیب ببینی، خب ترسناک نیست دیگه به نظر من. به نظرم مهمترین کار بعدی که کردن تو همین اتاق ورار بود که پرت شد پایین، ول کرد رفت. نه بعدا میاد میبینی من کار کردم، دو تا صندوقچه باز کردم، هی به داد می‌زدم. واقعا آره. من که پیشنهاد داده که مثلا منو تنها ول کنه بره. نه بابا نه اونجا پایین نشسته. ببین حتی اومد از این پله‌ها زودتر بیام بالا، تو می‌ترسی داغ کلم اون چوبه درم چوبه. من فکر کردم که مثلا شما رو بردن بیرون. بچا این گربه رو بگیریم بنوزیم بیرون از این پشت. ببین با گربه شش. به خدا اینجاست. ببین من واقعی میگم. آره این گربه اینجا شش غذا میده. آموسه. الان داری الکی میگی بابا، الان اینجا رفت این پشت، من یه ساعت دارم اونور نگاه میکنم. الان میخوام ببین چون من گربه واقعا ببینم. خیلی خیلی خوش اومدین خانم کنم اینجا. اسدالله عزیز خوش اومدین. اگه آیتم چیندن برنامه دست شما بود، کدومو حذف میکردین و به سلیقه خودتون چی میذاشتین؟ من اتاق فرار رو بیشتر حذف میکردم. نه یه چیزمون والا این چیزی که سرگرم شیم خوش بگذره. اون تا اون قسمتی که سیب و پرتقال می‌خوردیم خوب بود، بعدش دیگه همه چی قرار. من چند تا پیشنهاد دادم بهشون که گفتم این کارا رو هم بکنید، سناریو رو هم قرار شد عوض کنیم دیگه. آره. من به نظرم دلخوره بالاخره یه بخشی از این ماجراست دیگه، حالا بعدم نبود. ولی اگه قرار باشه چیزی رو حذف کنم، خوانندگی فکر کنم زیاد نه چون نه خوانندگی تو من خوبه، تو هر برنامه اتفاقا من موافقم که موزیک وجود داشته باشه، چون موزیک یک بخش دیگه ای از سلامت روانه. من با آتیش طرف دارم بلی بس نمیشه از تو بردارم همین چهرهای من بیمارتم ای پای من ماماش دادا ماماش دادا ماماش دادا ماماش دادا ماماش دادا ماماش چه کاری هم خوندیم. آره خوب بود، نوستالژیک بود. همینجا هم به دوست عزیزم امیر تاجیک سلام عرض میکنم و اجازه میگیرم ازشون که این کار انجام دادیم. اگه قرار نبود بازیگرشین چه شغلی رو انتخاب میکرد؟ چون به ماشین علاقه مندم شاید مکانیک میشدم. مکانیک شما چی؟ به من چون الان آقای بازرگی گفت نه من بچه ها نوشتنش، من اصلا ماشین بازین، من اصلا میدونم. آره ماشین من بازی. احتمالاً مثلا اگه بعضم خوب میشد نمایشگاه میذارم، اگه بعد که کار باش ماشین میشه، ولی واقعا لذت میبرم. آره من ماشین خیلی دوست. آره چرا پرسپولیس؟ آره شما هم البته نظر چرا بر من از یهو تو ذهنم اومد نمیدونم چرا. چرا ای بابا شما پرسپولیسی دنیا میایم، پرسپولیسی نیستین. دنیا تونه پرسپولیس، اصلا پرسپولیسی دنیا میایم، دنیا میایم. من اصلا تو استادیوم بزرگ شدم، بابا تا 8 سالگی میرفتم استادیوم. حق انتخابی وجود نداره واسه ما. چرا چی مثلا به نظرم چی پاشیم بریم؟ آقا من تفلک من استقلالی چیز رو میکنم الان هیچ که هیچ من به شدت استقلالی هم به شدت
دیگه میتونی لایق این صندلی هست. فدای شما ای طایفه. مشکل عظیم میکنم در مقابل هر چیز استقلالی هستم. آقا جون جواب ندید. جوابش رو ندید. سر بالا استقلالیه. خب یه چیز دیگه من الان تازه یادم اومد، نظر دکوریه که خونه این که طراحی شد بیشتر نظر شما بود یا خانم؟ اولا من به سلیقه جوانی خانم اسدالله احترام گذاشتم، چون مدل من مدل مدرن نیست. الان خونه بندم تشبیه کلا همه چیز قدیمیه. مثلا من دکور بخوام بخرم نمیرم مثلا مرکز مبل فلان، مثلا زنگ میزنم به حسین حسینی، زنگ میزنم میرم از حسین حسینی میگیرم. من خودم برعکس آقای بازقی عاشق دکور مینیمال و مدرنم. و خب اینجا هم که داشتیم انتخاب میکردیم یه ذره انتخابا محدود بود دیگه، ولی من تلاش کردم که یه ذره به سمت سادگی و امتیاز کامل رو میگیرم. البته و نمیدونم خوب انتخاب کردیم، خوش سلیقه ایم. رقیب های سختی داریم به نظر. بیشتر از این خستتون نکنم، اضافه گویی هم نکنم. مرسی که زمانتون رو گذاشتین و اومدین. بفرمایید. خسته نباشید بچه. بریمونم بگیریم که همتون بریم زود خونه ما رو دعا کنین. امروز در برنامه این قسمتمون آقای پژمان بازقی و خانم صحرا اسداللهی عزیز مهمان برنامه ما بودن. دیدین حقیقتاً چالش‌ها رو خیلی عالی انجام دادن، خانه دلنشینی رو دیزاین کردن و این چیدمان رو حتماً امتیاز بدید، چون برای برنده شدن به امتیاز شما عزیزان احتیاج دارن. برای شما عزیزان هم چالش و جایزه جالبی در نظر گرفتیم، حتماً شرکت بفرمایید، حدس بزنید مهمان برنامه‌های قسمت بعدی ما رو و برنده دو دستگاه آپارتمان باشید. یادتون باشه عزیزانی در قرعه کشی نهایی ما برنده خواهند بود که بیشترین پیامک صحیح رو در طول کل برنامه بر ما ارسال کرده باشن. روز و روزگار به کامتون و زندگیتون پر از چیدمان زیبایی ها.